یک چیزهایی در باور ما، آینده ما و چه بسا زندگی ما رو تشکیل میده. در اثر ساخته های ذهن ماست که ما باور به خوشبختی یا بدبختی پیدا میکنیم. جهان و آنچه که درون است از جانب خداوند متعال برای بندگان خلق شده، اما من با حق انتخابی که دارم خودم رو به سمت خوب یا به سمت بدی ها میبرم. پس خوشبختی نتیجه فکر و اندیشه منه. با ذهن خودم، با انتخاب درستم میتونم خوشبختیم رو بسازم، اونم خود من. قرار نیست دنیا خوشبختی رو به من بده، من باید تلاش بکنم و خوشبختی رو به دست بیارم. باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن می شنوی بانگ اذان. انعکاس خوش آهنگ اذان، مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا، بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن یا تو را می خوانم، بهترین کار تو را می خوانم، بهترین کار تو را می خوانم. بهترین کار نماز است، بیا لحظه راز و نیاز است، بیا. بهترین کار نماز است، بیا لحظه راز و نیاز است، بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خدای خوبی ها، سلام و درود و رحمت بی پایان به وجود پرخیر و برکت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و سلام و درود گرم محضر یکایک شما برادران و خواهران دینی. این روز بر شما مبارک باشه. عید سعید قربان، جزء اعیاد خاصه اسلام و عیدی است که تسلیم و فرمانبری در برابر خداوند متعال رو به من و امثال من یاد میده. ما در این روز با عملکرد جناب ابراهیم علیه السلام باید بفهمیم که اگر علو درجه بشری و انسانی رو طالبیم، باید سر سپرده باشیم در برابر خداوند متعال، که اگر این چنین شد، اون وقته که میتونیم ادعا کنیم خدایی رو میپرستیم که تمام کائنات، تمام قدرت ها، تمام آنچه قرار است رقم بخورد در دست اوست و او هم برای من بهترین ها رو رقم خواهد زد. به این معنا که من بنده و عبد مطیع خداوند متعالم و او هم حواسش به من بنده هست. اما گاهی اوقات یک فضای ذهنی غلطی برای خودمون پیش میاریم، از خداوند متعال فاصله میگیریم و اون وقته که ابتدای ورود به مشکلات ما خواهد شد. چرا که خداوند متعال میفرماید هر کسی ذکر و یاد من رو رها کنه، غافل باشه نسبت به من، برای او زندگی سختی خواهد بود. فان له معیشتا ضنکا. اما کسی که با خدا باشه همه چیز برای او آسان خواهد شد. الان میدونم خیلیاتون فکر میکنید و تو ذهنتون نقش میبنده، پس ما که سعی کردیم با خدا باشیم، اهل ایمان باشیم، این گره ها چیه به جان ما میفته؟ از کلام امام معصوم خدمت شما پاسخ خواهم داد که
حضرت می‌فرمایند از ما نیست مگر این که در این دنیا به بیماری، گرفتاری، همسایه نامطلوب، فرزند خطاکار گرفتار نشود و خدا به ازای دفع بلاها و به ازای پاک شدن گناهانش این بلاها رو به سرش نیاره. حتی اگر شده به اندازه خوردن یک پا به یک وسیله‌ای توی منزلش باشه. باز کنم یه مقدار روایت رو. یه وقتهایی ما یه سری گرفتاری هایی داریم، اینها نتیجه اعمال خود ماست بی‌تعارف. حالا هر کسی که میزان معرفت و شناختش بیشتر و بالاتره، اون دغدغه ها و دردسراش قدری بیشتره. چرا؟ چون خداوند متعال یک فضای دیگری غیر از این دنیا رو طراحی کرده برای عبد صالح خودش. قرار است من و شما انشاءالله پاک و مطهر در اون فضا حاضر بشیم. پس اگر خطایی داریم باید یه جوری این خطای پاک بشه و من و شما ارزش پیدا بکنیم. شمش طلا تا آتش نبینه، مذاب نشه، تو قالب ریخته نشه، برس و سوهان و فرز و اینها نبینه، چیز ارزشمندی ازش در نمیاد. پس سوهانهای توی مسیر زندگیمون داره ما رو تعالی میده، جلای ما رو داره چند برابر میکنه. اون دنیایی که خداوند تحت عنوان زندگی پس از مرگ ما میشناسیم، قیامت که بعدش ورود به بهشت انشاءالله، اونجا قرار پاسخ این سختی های دنیا رو به ما بده. یه قدریش هم همینجا برامون پاک میکنه که درگیر اون طرف نشیم. اما باز امام معصوم میفرماید اگر خدا بخواد به بنده‌ای بی‌محلی کنه، آنقدر به او در این دنیا روزی، زندگی، سلامت عنایت میکنه که دیگه حساب و کتابش در عالم دیگه پاک شده باشه. برای همینه میگیم که هر چه از دوست رسد نیکوست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوست و ولی و یار و یاور یکدیگرند. آنها مردم را به نیکی ها دعوت می کنند، مردم را از زشتی ها و بدی ها و منکرات باز می دارند، نماز را برپا می دارند و زکات اموال خیش را می پردازند، از فرمان خدا و پیامبر او اطاعت می کنند. خداوند آنها را به زودی مشمول رحمت خیش می گرداند، چون خداوند توانا و حکیم است. خیلی خوش آمدید. آیه 71 سوره توبه، سوره‌ای که بسم الله ندارد به جهت شروعش که براءت از دشمنان هست، نهمین سوره قرآن و در جزء 10 و 11، شروعش در جزء 10 و بخشای انتهایی آیات در جزء 11. خداوند متعال در این آیه به صفات و مشخصات مؤمنان میپردازه. در ابتدای آیه میخونیم که مردان و زنان با ایمان با همدیگر یار و یاورند و برادرند. به تعبیر همدیگر رو همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان میدن و از کارهای زشت و ناپسند باز میدارند و نماز برپا میکنند، زکات میپردازند، از خداوند و پیامبرش اطاعت میکنند. به زودی خدا آنان را مورد رحمت خود قرار میدهد، زیرا خداوند توانا، شکست ناپذیر و حکیم است. یه نکته اول بگم، خداوند متعال در آیه 71 سوره توبه به صراحت فرموده کسانی که اهل ایمانند برادر و به قول معروف یار همدیگه هستند. کما اینکه در سوره 8 نشانه هایی که برای منافقین و دشمنان ما آورده، خداوند میفرماید اونجا فکر میکنید که اینها با هم متحدند، در حالی که قلوبشون از همدیگه فاصله داره. و در
حال پراکندگی هن. یعنی کسی با کسی تو اون فضا رفیق نیست، اما برعکس تو فضای اهل ایمان مردم با هم یار و همدل هن. خب حالا کسی که آمد در این دستبندی قرار گرفت به نص آیه 71 سوره توبه، شامل یک سری خصوصیاتی میشه. یک، همدیگر رو به کار شایسته و نیکو هدایت میکنن، میشود چی؟ امر به معروف. طبعا کسی که به شما میگه کار خوب بکن، یک جای میگه کار بد رو انجام نده، پس و ینها عن المنکر. اینجا داره که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. دیگه چه خصوصیتی دارن؟ اهل باطل قاعدتا خدا و عباداتش رو میگذارن کنار، اما اهل ایمان که با هم برادرن، همدیگر رو هم به کارهای خوب هدایت میکنن، از خدا غافل نمیشن. و یقیمون الصلاة، هوای همدیگر رو هم دارن، هم از روی مهر و محبت، هم از این که او رو به خوبی ها هدایت کنن، و هم از نیازهای مالی. و یؤتون الزکات، بالاخره توی جامعه ما امروز هم داریم میبینیم یک سری آدم هایی هستن که ضعیف البنیه‌اند، مسلماً همه دوست دارن زندگی راحت و خوبی داشته باشن. تنپروری این تفکریست که بعضی موقع ها ما رو از کار خیر جدا میکنه. آقا من دارم تلاش میکنم وضعم خوبه، اونم بره کار کنه. بعضی ها نه اینکه نمیخوان کار کنن، واقعا در توانش نیست به هر دلیلی. شما که الان توانگر شدی، از باب صفات مؤمنان یک، دو از باب انسانیت که باز در قالب دین قرار میگیره، باید هوای اون ضعیفه رو داشته باشی. همان گونه که یک بچه نوپا رو دستش رو میگیری تا خوب راه رفتن رو یاد بگیره، توی اوضاع مالی هم باید دیگران رو کمک یا معاونت اقلن بکنی. قرآن این رو میبره در قالب پرداخت زکات یا خمس در جایگاه ویژه خودش به عنوان دیون شرعی. ضمن اینکه خیلی پیشترها آیاتش رو با هم خواندیم و بررسی کردیم که شما از مال خودت که نمیدی، داری از آنچه که خداوند متعال بهت داده بخشش رو دوباره برمیگردونی به خود خدا. چرا حالا زورم میاد؟ اینجاست که باید پی ببری نفس درگیر شیطانه، یا اینکه تو داری دنیا دوستی رو با خودت تمرین میکنی. و الا مال دنیا اولا مال دنیاست، با خودت نمیتونی چیزی رو ببری، مگر اینکه جنس بار آخرت جنس امور معنوی باشه. ضمن اینکه مال تو هم نیست، مال خداوند متعال، پس باید برگردونی به صاحبش، به اصلش. یک راهش همینه، پرداخت یک سری وجوهات. خداوند متعال بعد از نماز مباشرتا اینجا یعطون از زکات رو آورده. هر جا این حرف منه، شایدم حالا بازبینای محترم ایراد بگیرن، ولی شما بگذارید از روی ذوق من، هر جا یقیمون از صلات و یعطون از زکات رو دیدید، یاد از حضرات معصومین و خاصه وجود نازنین امیرالمومنین بکنید، چون تنها کسی که تونست این دوتا عمل رو با هم انجام بده وجود نازنین امیرالمومنین بود. اون قاصب، اون دشمن هم خیلی زور زد، اصلا باید با همین لغت بگم خیلی تلاش بی خود کرد که او هم بتونه یه همچین حرکتی انجام بده، ولی نشد. چرا؟ اسرار ازل را نه تو دانی و نه من. ولیکن آقا امیرالمومنین در حین نماز انگشترش رو به سائل بخشید، یقیمون از صلات و یعطون از زکات. اگر این خصوصیت رو گفتم که این اگر رو بگم، اگر این خصوصیت رو آوردی تو زندگی، یعنی اهل نماز و پرداخت دیون شرعی خاصه خمس و زکات شدی، میتونی بگی من هستم تو مسیر، حالا تا شیعه شدن خیلی فاصله است رو خودم رو عرض می‌کنم، ولی اینجوری میتونی بگی من تو مسیر هستم.
دیگه چه خصوصیاتی خداوند متعال آورده؟ فرموده خداوند به زودی اونها رو مورد رحمت خودش قرار میده. خب برگردیم یه کار ریاضی انجام بدیم، اول، آخر، وسطیام تو پرانتز، کسانی که با هم یار و یاور باشن این خصوصیات، یعنی همدیگر رو به خوبی ها هواداری بکنن، همدیگر رو هدایت بکنن، از خطا جدا بکنن، این گروهی که با هم یارن رو خدا مورد رحمت خودش قرار میده. چقدر خوبه؟ کجای مکاتب دیگه این چنین به تو راهنمایی کرده برای اینکه چیز گیرت بیاد به قول خودمون؟ پس اینی که ما میگیم در مکتب اسلام همه چیز رو خدا قرار داده برای ماها، برای بندگانش، یکیش همینجاست. کافی هوای رفیقتو داشته باشی، خدا میریزه تو دامنه، رزقت رو وسیع میکنه، در کنار این هواداری صله رحم رخ میده، احوال پرسی و حال جویی از دیگران رخ میده، خدا روزیت رو زیاد میکنه، صدقه میدی خدا روزیت رو زیاد میکنه، حال دل خودت خوب میشه. بریم بعد تو بخش بعدی داستان خوشگل میخوام براتون بگم، با کارشناسی همراه بشین، برگردیم بعدش یه داستان خیلی زیبا میخوام خدمتتون تقدیم بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدايا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. سلام مجدد به حضرت شما بینندگان و خیلی خیلی خوشحالیم که در این روز بیننده ما هستید و ما هم خدمتگزار شماییم. در خدمت جناب آقای دکتر علی خلجی هستیم و پیرامون زندگی توحیدی با هم گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدیم با یک سلام وارد گفتگو بشیم. جناب آقای دکتر سلام. سلام علیکم. وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدین. خواهش می‌کنم. این عید رو هم برای شما تبریک و مبارک ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما مجری توانمند. بزرگوار. و همچنین خدمت بینندگان عزیز. بنده هم این عید سعید رو خدمت بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خیلی ممنون و متشکرم. ان شاء الله خدا به شما عزت بیشتری بده. اجازه بدید یه مختصر برنامه گذشته رو ببینیم، برگردیم و باز دوباره با هم گفتگومون رو آغاز بکنیم. با ما همراه باشید، این بخش رو ببینید، کم و کیف برنامه قبلی و موضوعاتش به دست شما خواهد آمد و انشاءالله باز در خدمت شما خواهیم بود. در رابطه با آثار هویت توحیدی و آثار حیات طیبه صحبت کردیم. اولین اثری که حیات طیبه داره نورانیت دل است. چرا نورانیت ایجاد میشه؟ چون تقوای الهی در ما ایجاد میشه، چون ما هر کاری که بکنیم برای رضای خدا باشه، از آنجا که شیطان از قلب ما بیرون میره و قلب ما یک حرمی متعلق به خداوند متعال میشه، لذا اینجا نورانیت
ایجاد میشه. درست وقتی که شما زیارت امام موسی علیه السلام میدید، وقتی که برمیگردید، یک ابتهاجی در قلب خودتون ایجاد میشه، یک نورانیتی در قلب خودتون ایجاد. چرا؟ چون در اونجا شیطان بیرون میده و شیطان رو اصلا راه نمیدن در اونجا. این یکی از اثرات حیات طیبه و یا زندگی توحیدی. خب خلاصه برنامه قبل رو دوستان دیدند و بحث امروز رو انجام همچنان که در خلاصه تبیین شد، ما در رابطه با نورانیت قلب صحبت میکردیم. در اونجا نورانیت قلب رو یکی از آثار سبک زندگی توحیدی بیان کردیم. اما این نورانیت عوامل متعددی هست که در ایجاد اون تأثیرگذار هست. شاید خیلی از بینندگان ما مایل باشن این نورانیت درشون ایجاد بشه. حتما بینندگان عزیز ما تجربه هایی دارن از این قضیه که حالا شاید کسی رو دیدن، کسی در اطرافشون هست که اینها هم دوست دارن شبیه اونها بشن. یک آرامش عمیق و یک نورانیت خیره کننده داشته باشن. اما اون چه که در روایات ما آمده، چندین عمل شاخص هست که اینها رو به عنوان اعمالی که موجب نورانیت قلب می شود ذکر شده. من اولین عاملی که باعث نورانیت قلب می شود رو اینجا بیان میکنم که امام علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه به فرزند گرامیشون امام مجتبی علیه السلام میفرماد که فرزندم قلبت رو با موعظه نورانی کن و زنده کن و نوره بالحکمه. یک تلقی خوبی در جامعه ایجاد، یعنی تلقی بدی ایجاد شده، یعنی این تلقی که الان ایجاد شده خوب نیست. بله. و اونم میگه که آقا نصیحت نکن ما رو. آره. آقا موعظه نکن. آره بابا نمیخواد مثلا چی بگی این حال. بعد نکته به اصطلاح اسفبارترش این هستش که بعضی از کسانی که حالا در قامت معلم یا مشاورم هستن به این مسئله دامن میزنن که آقا نه نصیحت نکنید. آقا موعظه و نصیحت اون هم در البته جای خودش و با یک کلمات آرام بخش، اینها خیلی تأثیر گذاره. وعظ خیلی تأثیر گذاره. بله. این که شما بنشینید در یک جایی در یک جمعی دیگران رو از عذاب الهی به صلاح بترسان. مثلا تأکید آقا جواد الامه بر همین دیگه که شما اول یک قوه پذیرش نصیحت داشته باش و بگرد یک کسی رو پیدا بکن که تو رو نصیحت کند. همینطور. و اگر نگاه مثبتی به این نصیحت داشته باشیم، نصیحت هم قاعدتا از جانب یک آدم با تجربه است دیگه. همینطور. وقتی او داره از روی دلسوزی یک دو از روی تجربهش برای ما این مطلبی رو بیان میکنه، ما هم اگر اهل انصاف باشیم باید اونو بپذیریم. قرار نیست هر کاری رو، چه در فضای بیرون چه در فضای معنوی، حتی هر کاری رو خودمون تجربه بکنیم. آدم زرنگ کسی که از تجربه دیگران استفاده میکنه. خب وقتی یک کسی داره ما رو یه نصیحتی میکنه، پشتش یک تجربه است، از اون تجربه بهره بگیریم، خب جلوتر افتادیم، حالا چه در مقوله‌های معنوی چه در مقوله های دنیوی، حالا مادی به تعبیر. در جمع دوستان نشستن، یک کسی میاد یک ادخال سروری بکنه، یک حرف خنده‌دار، خب این تا اینجاش خیلی خوبه، اما گاهی از افعال و کلمات قبیح استفاده میکنه. حالا یک کسی میاد میگه آه این زشته، این رو نگید، این موجب به اصطلاح غضب خداوند میشه، خداوند متعال راضی نیست. خب میان آقا ما رو موعظه نکن. برای چی میخوای موعظه بکنی؟ خب یعنی چی؟ بله. موعظه حسب آن چیزی که امیرالمؤمنین به امام حسن علیه السلام فرزندش فرمود، نورانیت و نوره بالحکمه. شما
موعظه خوب، موعظه بجا، موعظه‌ای که پذیرش داره در جان انسان مینشینه و موجب هدایت اون فرد میشه. انسان احساس نورانیت در قلب خودش میکنه. این یک مورد، یعنی ما میتونیم موعظه رو به اصطلاح حسب فرمایش امیرالمومنین یکی از عواملی قرار بدیم که نورانیت قلب میاره، نورانیت دل میاره. دومین عاملی که در روایات آمده، خصوصا در روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وارد شده، قرائت قرآن است. قرائت قرآن تأکید بسیار زیادی شده، حتی فرمودن که اگر حفظ هم هستید از روی قرآن نگاه بکنید. من در روایتی دیدم که حضرت فرموده بود که این حتی برای روشنی چشم شما هم مؤثر هستش. قرآن حجاب ها و زنگار ها رو از روی قلب بر می داره، خصوصا اگر انسان با تدبر قرآن رو بخونه. پیامبر اکرم در فضیلت قرآن فرازهای نورانی رو فرمودن، خصوصا در یک فرازی فرمودن که خانه های خود را به تلاوت قرآن روشن کنید و صرفا اینها رو تو گورستان نرید بخونید، در خانه هاتون بخونید. چقدر زیباست که انسان بعد از نماز صبح قرآن رو باز بکنه و صفحاتی از قرآن رو بخونه. اینها نورانیت قلب میاره، نورانیت دل میاره. در روایتی هم باز از پیامبر اکرم در همون ادامه همون روایتی که من عرض کردم فرمودن که هرگاه در خانه تلاوت قرآن زیاد بشه، خیر و برکت اون زیاد میشه و اهل اون به وسعت میره، یعنی رزقشون زیاد میشه. و نکته جالبی که حضرت در ادامه میفرماد این هستش که و این خانه، یعنی کدوم خانه؟ یعنی خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت میشه و زیاد تلاوت میشه، برای اهل آسمان درخشندگی داره. چقدر زیباست که ما نه تنها خودمون بلکه فرزندان خودمون هم بیاریم کنار خودمون، آروم آروم قرآن بخونیم، حتی بدیم مثل تربیتی که پدران ما با ما داشتن، ما به نسل بعد از خود. ما به نسل بعد، نسل امروز، حالا نگیم حالا مدرن شدن، تبلت آمده، لپتاپ آمده، چه میدونم وسایل الکترونیکی آمده، موبایل دستش گرفته، نه، قشنگ بنشونیم با مهربانی، با عرض به خدمت شما که یک کلام لین و خوش بچه ها رو کنار خودمون بنشونیم، یک سوره کوچیک رو من بخونم، یک سوره کوچیک رو اونها بخونه و این تداوم داشته باشه. بله. این تداوم موجب نورانیت قلب میشه. این دومین عاملی که موجب نورانیت قلب میشود از منظر معصومیت. بسیار عالی. یه فاصله کوتاه بگیریم، یه نفس رسانه‌ای رو برگردیم. با ما کماکان همراه باشید. انشاءالله باز خدمتگزار شما خواهیم. سپاس که با ما همراه هستید یک بار دیگه در این عید سعید قربان، در این روزی که بندگی معنای دیگری پیدا میکنه، داریم پیرامون اون خدایی صحبت میکنیم که همه ادیان آسمانی و ابراهیمی به حضور او در لحظه لحظه زندگی اعتراف دارند و تبلیغ دارند و طبعا دین اسلام هم که کامل ترین دین است اشاره های مستقیم بر این موضوع داره و انسانی که به ما و انسانه
از باب اینکه خداوند متعال فرمودن خلق نکردم مگر برای عبادت خودم و یا به تعبیر مفسران قرآن حضرات معصومین به شناخت او، نیاز داریم که اول شالوده چگونگی و چرایی و چه چیز بودن توحید رو بزنیم تا انشالله به اون شناخت و به اون معرفت دست پیدا بکنیم. کماکان در خدمت جناب آقای دکتر خلجی عزیز هستیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. خب ما دو تا از عوامل نورانیت قلب رو بیان کردیم که بحث موعظه بود و یکی هم تلاوت قرآن. سومین عاملی که باعث نورانیت قلب می شود حسب روایتی که از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وارد شده، قلت اکل هست. قلت اکل یعنی کم خوردن. کم خوردن به معنای گرسنگی نیست، به معنای این هستش که شما هی حرص بر خوردن داشته باشید. یعنی که یک غذایی که مثلا فرض کنید که برای دو نفر سه نفر باید باشه، انقدر در اون میز غذا بچینن که شما منجر به اسراف بشه. بله، اصلا اون اسرافش که حالا معمولا دنباله اینجور مباحث هست، ولی هی شروع کنی خوردن، یک تحریک و تحریص بشید برای اینکه به اصطلاح غذا بخورید، از این بخورید، از اون بخورید. خب این تا جایی که نیاز بدن هست اشکالی نداره، ایرادی نداره که انسان غذای خوب بخوره و مفید بخوره، اما تحریص بر این که هی فقط بخوره، ما در روایات که کاملا این رو مردود دانسته شده، علاوه بر بحث روایات پزشکی امروز هم نمیپسنده. یعنی پزشکی امروز هم شما با هر پزشکی که صحبت بکنید، اولا که رو نوع غذا برای شما به اصطلاح یک شیوه نامه دارن، بله، و همچنین روی میزان غذا، یعنی میزان غذا هم اونها حجمش مهمه. بله، حجمش خیلی مهم است. اینکه شما بیاید شکم رو پر بکنید، خب تبعاتش چیه؟ تبعاتش اولا که خوب نمیتونی بخوری و خوب نمیتونی بیدار بشی. کسی که شکم رو پر میکنه سحر دیگه نداره، دیگه سحر عبادت شبانه، عبادت شبانه نداره. حالا بلند شده که عبادت بکنه حال نداره، چون بدن رو ما تحت فشار داریم قرار میدیم. اون معده باید این رو هضم کنه، معده باید این رو عرض به خدمت شما که تحلیل بده و توی زحمت هست. زحمتی که به معده میاریم به سایر جوارح بدن هم تأثیر گذاره، چه بسا قلب رو به زحمت بیندازه، چه بسا کبد رو به زحمت بیندازه. بنابراین پیامبر اکرم میفرماید که قلت اکل یا همون کم خوردن عامل نورانیته. چطور عامل نورانیته؟ وقتی که شما به قاعده بخورید، این باعث میشه که اول شب راحت بخوابید، خیلی با طیب نفس، خیلی راحت، خیلی آرام بخوابید. وقتی هم که شما میخوابید سحر با یک عرض به خدمت شما که صدای حالا خروس که سحر معمولا این صدا میکنه، انسان بیدار میشه. بعد اون لذتی که نسیم سحری داره و لذتی که سپیده صبح دم داره، شما با چه قسمتی از روز میتونید این رو تقسیم کنید یا مقایسه بکنید؟ در اینجا ما به دو تا عادت بد باید اشاره بکنیم که اینها به واقع نورانیت رو از ما میگیره. یکی این که جناب موسوی، ما خیلی شب بیدار میمونیم. متاسفانه زندگی های امروز هم به این سمت و سو رفته دیگه. غالبا جاها داره تغییر میکنه. غالبا شما ساعت 10 صبح، حالا کسایی که کارمند نیستن، کسایی که موظفه که ساعت 8 بله. باشه، وقتی که نیستن شما 10 صبح نگاه میکنید غالبا خواب. بله. بچه های ما اینطوری دارن میشن متاسفانه، خصوصا دیگه از فصل مدارس که الان دیگه روزهای آخر و امتحانات و اینها، وقتی که دیگه خیلی ریتم به هم میریزه. ما دوستی داشتیم وقتی که نماز ظهر رو میخوندن غذا میخوردن، چون که دیر بیدار شده بودن نهار خودشون رو صبحانه در حقیقت به جای نهار بله صرف میکردن. یک اصطلاحی داشتن، اصطلاح جالب بود، اینا میگفتن که بیایید صبح نهارانه بخوریم.
صبح نهارانه بود. چرا تو ظهر گرفته بود خوابیده؟ بله دیگه. خب حالا ما کاری نداریم اینا، انشالله که نمازشون رو میخونن میخونن، اگه نماز رو کسی نخونه آیا به نظرتون نورانیت در قلب میمونه؟ هرگز. مثلا برکت روز رو ندارن، اون انرژی که در ابتدای صبح باید باشه و خرج بکنن دیگه دم ظهر سیستم بدن خلقش توسط خداوند به گونه ای که اون لحظه نیاز به یک استراحت دیگری داره. قاعدتا آدمایی که شب دیر میخوابند و به تبع در طول روز هم خوابند، هر زمانی هم که بیدار بشن یک کسلی رو با خودشون دارن. چرا؟ چون اعضای بدن خوب استراحت نکرد. دقیقاً. یعنی اعضا و جوارح بدن از ساعت لیل لباس های از ساعت 9 شب 10 شب به بعد قلب باید استراحت کنه، معده باید استراحت کنه، کبد باید استراحت کنه، اینا استراحت دیگه. حالا ببین چقدر پیامبر اکرم زیبا این رو بیان کرده، یعنی بدون اینکه حالا بخواد فلسفه اینها رو بیان کنه، کم بخورید، کم بخورید. خب اینها این توصیه ها رو به ما کردن، این کم خوردن نورانیت رو برای ما بر مقام میاره. و نکته دوم که از عادتهای بد امروز ماست، توجه زیادی به غذا ما در امروز داریم. شما هر خیابونی که ببینید انواع اغذیه فروشی ها، که من بعض وقتا تعجب کنم که این همه اغذیه فروشی برای کیه؟ آیا چرخش میچرخه؟ آیا مثلا این همه تقاضا و عرضه دارن؟ بعد میبینید که ندارن. الحمدلله بازی از شب مردم میان تا ساعت 1 ساعت 2 شب بعضن توی خیابون‌ها هستن و از این اغذیه فروشی رو استفاده میکنن. حالا من چون پزشک نیستم اینجا توصیه بهداشتی هم ندارم که حالا آیا این اساسا یک فضای بیرون خوبه چیز. بله این اصلا خوب هست، من کاری ندارم، اینو من قضاوتی ندارم روش. اما تأکید زیادی بر این مسئله داره میشه. شما توی شبکه‌های مجازی وقتی نگاه کنید، سایت ها و پیج های زیادی در رابطه با این غذا رو اینجوری بخورید، اون این کارو بکنید، اون اینجوری، یا مثلا فرض کنید که در معرفی اماکنی که بله دارن خدمات میدن، بله فلان رستوران هایی که اینجوری هستن. ببینید من مخالف با اینها نیستم، ولی من میگم که هر چیزی به قاعده خودش باشه. ما اگر 200 تا اغذیه فروشی رو مجوز میدیم، کنارش یک کتاب فروشی هم باشه، کتاب فروشی رو میبندیم ما اگر 200 تا پیتزا فروشی داریم به سلاتی دونیم، یک مغازه یا محصول فرهنگی ایجاد کنیم که بچه های ما، فرزندان ما ابتهاش پیدا کنن، دلشون روشن بشه به آثار هنری و دلشون روشن بشه به آثار فرهنگی فاخر. تأکید میکنم آثار فرهنگی فاخر. خب اینها رو ما متاسفانه در جامعه امروزمون نداریم. خب ببینید یک قلت اکل، یک کم خوردن چقدر فایده بر شما داره؟ این بحث رو که الان شما میفرمایید جزء بحث‌های فکر میکنم پر تلاطم و پر چالشه. حالا برنامه مبنایی به چالش گذاری نداره و الا همین روایت آقا رسول الله شاید خیلی ذهن‌ها رو درگیر بکنه که امت من از دو سوراخ ضربه می‌خورن، یکیش همین شکمه، که خب متوجه میشیم که چرا اینقدر برای ما که صاحب یک سری غذاهای کاملا سالم خوب بودیم، حالا چه در غذای ایرانی و چه در غذای بگیم اسلامی مثلا، چرا باید این غذاهای فرنگی وارد مکتب ما بشه و مردم ما رو به تعبیر شما درگیر بکنه؟ اینی که علم داره ثابت میکنه، حرف من موسوی یا حتی آدمای بزرگتر از منم نیست، علمی که اصلا خود اروپایی ها دارن به نتیجه میرسن این روغن ها، این غذاها، اینها درصد عظیمی از ابتلاعات رو ایجاد کرده به بیماری های لاعلاجی مانند سرطان و امثاله. ولی چرا هنوز داریم دامن میزنیم؟ چرا هنوز مجوزاش صادر میشه؟ چرا هنوز حمایت ها هست؟ اینا تازه یک بحث چالش برانگیزه که فعلا مبنای برنامه بربال بر این ورود به اینها نیست، ولی یک تلنگر به ذهن مردم حواسمون باید باشه. اگر اجازه بفرمایید من خیلی سریع دو تا ویژگی دیگر و دو عامل دیگر رو هم عرض بکنم. عامل دیگری که در روایت رسیده از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل شده که موجب نورانیت
دل هست مجالست با علماست. مجالست با علمایی که اهل عمل هستن، اهل علم هستن، اهل تهجد و شب زنده داری هستن، دوری از گناه میکنن، دوری از مکروهات دارن و ثابت کردن بندگی خودشون رو نسبت به خداوند و ولایتشون رو نسبت به ائمه ثابت کردن. اینها یک جلسه انسان پیش اونها بنشینه گویی که یک ترم در دانشگاه یا در یک حوزه درس خوانده، قلب انسان رو نورانی میکنه. تأکید زیادی شده در مقابلش هم البته باز در روایات تأکید شده که مجالست با اشرار رو شما ترک بکنید، یعنی اونها همچنان که مجالست با علما نورانیت رو اضافه میکنه و ایجاد میکنه، مجالست با اونها زنگار قلب و تاریکی رو در اونجا ایجاد میکنه. اما عامل بعدی که در روایات وجود داره که موجب نورانیت قلب میشه نماز شب است که من فکر میکنم که در برنامه های دیگه بهش مفصل میپردازه. بله. نماز شب چقدر زیباست و چه حس قشنگی داره که شما زمانی که همه خوابیدن بلند میشید، وضو میسازید، در برابر خداوند متعال کرنش میکنید و پیشانی رو میسایید بر خاک، در برابرش سجده میکنید. خب طبیعتاً یه همچین حرکتی نورانیت قلب برای انسان ایجاد میکنه. اما مورد آخری که در روایت پیامبر اکرم من دیدم رفت و آمد در مساجد و المشی فی المساجد، رفت و آمد در مساجد هم نورانیت قلب رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون مساجد محل رفت و آمد فرشتگان و ملائک هست و در اونجا فرشتگان بال میزنن و در اونجا فرشتگان حرکت میکنن و این مسئله موجب میشه که انسان یک آرامش خاطر پیدا کنه. و همین به اصطلاح مساجد هستن که شما در اونجا نماز میخوانید، در اونجا قرآن میخوانید، در اونجا اعمال خیر انجام میدید، چه بسا صدقه میدید، چه بسا دست کسی رو میگیرید، حتی گاهی جایزیه جمع میکنن در مساجد، اعمال خیر انجام به یاد خدا میان، به موعظه گوش میکنید در اونجا، نماز جماعت که چقدر فضیلت داره در اونجا انجام میدید. طبیعتا مجموع این عوامل میتواند نورانیت قلب در انسان ایجاد. بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم، لطف کردید. خدا ان شاء الله که توفیقات خدمت در مسیر خودش رو نصیب همگان و عزیزان نصیب شما هم بفرمایید. بینندگان عزیز خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودید. یه لختی فاصله بگیریم، برگردیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. خب بینندگان عزیز، قرار شد که یه روایت خوب با توجه به آیه ابتدایی برنامه که قدری با هم گفتگو کردیم رو تقدیمتون بکنم. خیلی شیرین به دلم اومد، گفتم امروز با شما به اشتراک بذارم. میگه مردی نزد امام جواد علیه السلام آمد و خیلی خوشحال بود و خندان به نظر میرسید. امام علت خوشحالی و خنده او رو پرسید. اون بنده خدا پاسخ داد که یبن رسول الله، از پدر بزرگوارتون امام رضا علیه السلام شنیدم که فرمودن شایسته ترین روز برای یک بنده روزی است که در آن انسان توفیق نیکی و انفاق به دوستانش را به دست آورد و من امروز 10 نفر از دوستانم و برادران دینیم که فقیر و عیالوار بودن رو از فلان شهر به نزدم آمده بودن خوشحال ساختم و به اونها کمک کردم. دلیل خوشحالی من امروز اینه. حضرت فرمودند که به جانم سوگند شایسته است که در این حال شادمان و خوشحال باشی. البته
روایت یه ادامه ای داره، تا همینجاش تو خدمت شما تقدیم کردم. ببین وقتی به دیگران کمک میکنی، کمان که امام رضا جانمون هم فرمودن و امام جواد علیه السلام که جان عالم به فداش تایید کردن اون کلام رو، میفرمایید شایسته ترین روز همون روزه که آدم خوشحال باشه، زمانی که گره یکی رو باز میکنه. چرا؟ چون تو انرژی مثبت دادی به قول امروزی ها، خدا هم به تو انرژی مثبت میده. فقط یه نکته داره که حالا به طور مبسوط امام جواد در ادامه روایت گفتن، من گذاشتم برای یه زمان دیگه، با یه ضرب المثل قدیمی میخوام بگم که حواسمون باشه یه کاری انجام میدیم به رخ کسی نیاریم. چجوری کار بکنیم؟ تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابان دهد باز. آره، تو کار رو برای خدا انجام بده، هم حال تو خوب میشه، هم رفیق دیگرش باز میشه، خدا هم چند برابرشو بهت خواهد داد. قربون همتون. بریم برگردیم، دقایق پایانی برنامه است. اللهم صل على محمد و آل محمد. الحمدلله رب العالمین. امروز هم روز خوبی بود، به لطف و عنایت حضرت دوست در این عید سعید توانستیم مهمان منازل شما باشیم. ممنونم از پذیراییتون و همین که با ما همراه بودید کلی لطافت داشت. فرمودن که وضو باب ورود به نماز و نماز باب ورود به بهشت است. از همتون التماس دعا دارم در این روز عزیز همدیگر رو دعا بکنیم. رأس همه حاجت ها و دعاهامون فرج آقا جانمون حضرت حجت باشه انشاءالله. از این گوسفندا که امروز بعضی ها به رسم و ادب و به استحباب قربانی میکنن، الهی جلو پای حضرت قربانی میکنیم. بگید الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. سلامت و تندرست باشید. تا یک سلام و عرض ارادت دیگه، حق نگهدارتون. یا علی مدد.